در زمینه اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران از بهنام طالبلو، پژوهشگر مسائل ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، پرسیدیم تحریم‌های جدید خزانه‌داری علیه جمهوری اسلامی ایران چه تأثیری بر این کشور خواهد داشت و تأثیر این تحریم‌ها به ویژه بر گروه‌های تروریستی که برای جابجایی پول از راه‌های قانونی استفاده نمی‌کنند چه خواهد بود؟ این مسئله بسیار مهمی است، زیرا دولت پرزیدنت ترامپ تا کنون در زمینه اجرایی کردن استراتژی منطقه‌ای خود در قبال ایران به عنوان بخشی از کمپین افزایش حد اکثری فشار بر این کشور با مشکل مواجه بوده است. هدف قرار دادن شبه نظامیان غیر عرب شیعه وابسته به ایران که سپاه خارجی جمهوری اسلامی که در حال حاضر مشغول جنگ در سوریه هستند، از جمله فاطمیون افغانستان و زینبیون پاکستان را تشکیل می‌دهد. هدف قرار دادن شبه نظامیان غیر عرب شیعه وابسته به ایران که سپاه خارجی جمهوری اسلامی که در حال حاضر مشغول جنگ در سوریه هستند، از جمله فاطمیون افغانستان و زینبیون پاکستان را تشکیل می‌دهد، یکی از روش‌هایی است که آمریکا می‌تواند از آن برای جلوگیری از استفاده ایران از پناهندگان استفاده کند و نشان می‌دهد که تهران به دلیل سوء استفاده از پناهندگان تنبیه می‌شود. دوم اینکه در مورد جابجایی پول، دارایی‌های افراد و یا سازمان‌هایی که از فاطمیون و زینبیون حمایت مادی می‌کنند و یا شرکت‌های هواپیمایی که امروز تحریم شدند هدف قرار می‌گیرند.